با ضربه که تیم شاهین میزنه عملا ادامه مسابقه شروع میشه. شدی چرخش حساب میکنم، ولی بازی فوتبال که به یه نوع شد بستگی نداره. دریبل دادن، پاس دادن و انواع مختلف شوت‌ها رو تو یادم دادی. حقیقت اینه که فقط به شوت چرخشی فکر میکردم تا بتونم امتیازی کسب کنم. به عبارت دیگه مفهومش اینه که به شما متکی بودم، ولی بازیکنان دیگه هم وجود دارن. آره، دوستای خوبی مثل تارا، واکی، ایشیزاکی، خیلی هایی دیگه در طی چند سال گذشته به هم کمک کردن. از حالا به بعد باید سعی کنم مسابقه رو ببرم و با پیروزی که به دست میارم همه رو خوشحال کنم. من قول میدم عمو جون. بازی بین دو تیم در این لحظه شروع میشه. با صدای سوت داور و ضربه‌ای که زده شد، کاپیتان سوبا با دریپ بازیکن‌های حریف وارد زمین تیم تو میشه. جلوش رو بگیرین، نمیتونه تنهایی کاری بکنه. جلوش رو بگیرین، به هر قیمتی شده باید این مسابقه رو ببرم. سوبا مافش و کیوتر رو پشت سر داره. سوبا با حرکات سریع و انعطاف پذیر خودش موفق میشه اکثر بازیکنهای تیم تو رو پشت سر بذاره که مهمترینشون کیوچه و سوریما شدن. زنده باشید دوستا، جلوشو بگیریم. بعد از اینکه سوریماشی رو پشت سر گذاشته، با نیرویی که معلوم نیست چجوری به دست آورده به سرعت داره پیش میره. درسته که سوبا تونست کیوچه و سوریماشی رو جا بذاره، ولی شیمانو و ماتسوکی مثل برق جلوش سبز شدن. هر دو در کنار سوبا هستن و حالا تحکی کردن، ولی سوبا در یه لحظه میپره و از این دو نفرم رد میشه. حالا تاکشی رو میبینیم که منتظرشه. سوبا، توپ رو ازت میگیرم. تاکشی برای اینکه بتونه صاحب توپ بشه میپره. ولی سوبا همچنان توپ رو حفظ کرده و اجازه نمیده توپشو بگیرن. سوبا، این همه نیرو رو از کجا آوردی؟ من که سر در نمیارم. تا وقتی گل نزنم توپ رو از دست نمیدم. جلوشو بگیری، جلوی سوبا رو بگیری. برو کنار. سوبا یک کنه و پابه تو تقریبا خودشو به دروازه حریف رسونه. سوبستا مناظر باش، سعی خودتو بکن سوبستا. خدای من، دیگه چیزی نمونده که از پا در بیام، ولی هر طور شده باید یه گل بزنم. من به بچه ها گل دادم، به عموچونم گل دادم، پس باید این گل رو بزنم. بازم تنهایی داره جلو میره، مستقیم داره به طرف دروازه توها میره. ظاهره مثل این که 15 دقیقه استراحت باعث شده سوبا تجدید قوا کنه و قدرت واقعی خودشو به دست بیاره. آفرین پسر، برو جلو. اولی باری که سوبا به تیم شاهین اومد خوب یادم ده. تنها دوستش یک توپ بود. هیچ یادم نمیره من به نفع اون از کاپیتانی کناره گرفتم. یادش بخیر، من فوتبال از سوباسا یاد گرفتم. حالا که اون انقدر از خود گذشتگی نشون میده، ما برای یه کاری بکنیم. بچه ها برید جلو. برید ایشیزاکی. سایر بازیکنان تیم شاهین دنبالش هستن، ولی چنین به نظر میرسه که سوبا توجهی به اونا نداره. یک و تنها به جلو میتازه. تو پسر لایقی هستی سوبا.
چه تکنیکی! درست مثل که توپم جزئی از اعضای بدنشه. طوری از وسط بازیکنهای حریف عبور میکنه که انسان باورش نمیشه. سوبا بازیش منحصر به زدن شوت چرخشی نیست، بلکه به تمام زیر و بم کار فوتبال آشناست. اون موفق شد از خط دفاع تیم توها عبور کنه. و حالا دو نفر از بازیکنهای توها میخوان تک بکنن، اما سوبا به راحتی ازشون عبور میکنه. این کار فقط از سوبا ساخته است. حالا آماده میشه که شوت کنه. اون به تنهایی تونست توپو تا جلوی دروازه ببره. حالا دیگه دروازه جلومه، بهترین کار اینه که شوت کنم. با این شوت تکلیف رو روشن میکنم. اون تصمیم داره کارو تموم کنه. درست چرا یه دروازه کاکر رو قرار گرفته بسید که میدونست سوبا خودشو به اونجا میره. چرا معطلی سوبا؟ حمله کن دیگه کاکر رو. سوبا آماده است که توپا شوت کنه. ناگهان کاکر رو حمله بر میشه. باید دید پای سوبا پر سره یا اکل کاکر رو به موقع انجام میشه. اینجوری بازی کردن مخصوص بچه هاست. کاکرو یک صدم ثانی از سوبا زودتر جنبی. سوبا خودشو تا دم دروازه رسون ولی موفق نشد. چون حالا هر دو بازی خود میبینیم که نقش زمین شدن. توپی رو که کاکرو در اثر حمله خودش از دروازه دور کرد، اعضای تیم شاهین مهار میکنن. متشکرم ایشیزکی. بچه ها توپ ازش بگیریم. برو جای توپ. ایشیزکی که دنبال توپ بود موفق شد توپ رو کنترل کنه. حالا یه پاس بلند برای سوبا روی دروازه میفرسته. ایشیزکی از پشت سر رو پاس داد. معلوم میشه تنها نیستم، هنوزم دوستام حمایت هم میکنم. نه من تنها نیستم. بهتره کارو تموم کنی سوسم. سوما برای شوت زدن در موقعیت خوبی قرار گرفته. پاشو برای زدن توپ بالا میبره که توپو بزنه. اون در این حالت بیشباهت به عقاب نیست. سوبا چرا معطلی؟ گمانم حساب سوبا غلط از در اومده، چون توپ پشت سرش. نمیدونم متوجه این موضوع شده یا نه. اینطور که از ظاهرم پیداست این ضربه با شوت چرخشی که همیشه میزد فرق داره. این دیگه باید آخری شوت هم در بازی باشه. اشتباه نکرد و حالا با تمام نیروی میکنه. شوت سوبا زمینی و در جهت راست دروازه با سرعت زیادی در حرکته. تا حالا دیده نشده که سوبا چنین ضربه ای زده باشه. با کاشی زوما برای گرفتن توپ میپره. فقط با دست راستم میتونم بگیرمش. با کاشی زوما شیرجه میره. با کاشی زوما مواظب باش. چی شد؟ توپ کمانه کرد. شوت چرخشی بوده. به هر حال هرچی بود کمانه کرد و چیزی نبوده که از کنار دروازه عبور کنه. ممکنه در هدفگیری اشتباه کرده باشه. ها باورم نمیشه. توپ به سمت چپ منحرف شد. بله بعد از کمانه کردن به زمین خورد و بعدش در جهت مخالف دور خودش چرخید و به طرف دور دروازه رفت. گل شد. گل گل گل. چهار به سه شدن. هیچ کس فکرشم نمیکرد که همچین شوتی زده باشه. نمیدونم، شایدم این نوع جدیدی از شوت چرخشی باشه. حالا معلوم شد که هدف سوبا سمت چپ دروازه بوده نه سمت راستش. این ضربه معجزه‌آسا فقط از سوبا برمیاد. بازی توازنش رو از دست داد. 4-3 شدن. سوبا باعث شد معادله بازی به هم بخوره، چون حالا تیم شاهین یک گل جلو افتاده.